نگرانی باتور دوسوم از غصب زمینهایش یا جابجایی طالبان پاکستانی در شمال افغانستان. سلام و وقتتان بخیر. به این سرویس خبری از چنل نیکس وان پلاس خوش آمدید. مشروع اخبار. باتور دوستم رئیس شورای مرکزی حزب جنبش ملی در دیدار با فریدون سینیر اوغلو هماهنگ کننده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان از غصب زمین‌های ازبک‌ها و ترکمن‌ها توسط طالبان و جابجایی طالبان پاکستانی در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرد. باتور دوستم در این دیدار به فریدون سینیر اوغلو گفته که اسکان اعضای تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های افراطی در شمال افغانستان علاوه بر مردم، کشورهای منطقه را نیز نگران ساخته و آنها را از تعامل با طالبان دل سرد کرده است. باتور دوستم فرزند مارشال عبدالرشید دوستم است. او در حکومت پیشین نماینده پارلمان و همچنین عضو هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان بود. منابع نزدیک به آقای باتور دوستم گفتند که او در دیدار با مقام سازمان ملل با یادآوری از کاستی‌های حکومت طالبان و سیاست‌های سختگیرانه و تک‌محور این گروه از سازمان ملل متحد خواسته است تا فشارها بر طالبان را افزایش دهد. رمضان دوستم گفت که آقای سینیر اوغلو در این دیدار گفته که در حال بررسی و جمع‌آوری گزارش از افغانستان است و معلومات باتور دوستم نیز در این گزارش درج خواهد کرد. فریدون سینیر اوغلو حدود 2 ماه پیش از سوی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به عنوان هماهنگ کننده ویژه مأموریت مستقل اردوبی برای افغانستان تعیین شد. آقای سینیر اوغلو قرار است پیشنهاداتی را جهت تعیین یک رویکرد یک پارچه برای رسیدگی به چالش‌های فعلی افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کند. خیلی خوشحال هستیم که تا آخر این خبر با ما همراه بودید. لطفاً نظرات نیکتون را در قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارید و برای حمایت از ما ویدیوها را لایک و شیر و همچنین چنل یوتیوب نیکس وان پلاس را سابسکرایب کنید. روزتون خوش و خدا نگهدار.